یکم فروردین ماه 1392 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. میونه سفره ما همیشه این برنجه، عطرش مثل بوی گل، طبیعت این برنجه. برنجه طبیعته، چه طعم و بویی داره. برنجه طبیعته، اصلا همتا نداره. میهمان طبیعت باشیم. برنجه طبیعت. عرض ادب دوباره خدمت بینندگان عزیز و همیهنان گرامی. برنامه فوتبال برتر را از شبکه سه سیما دنبال میکنیم. استقلال با گهر مسابقه که از هفته 31 انجام خواهد شد. چهره محمد مالیکان را میبینید، مربی خوب تیم گهر رو که عنوان کرده بود دوست داره مسابقه در حضور تماشاگران برگزار بشه، بازی که تماشاگران استقلال از حضور در اون محروم بودن. اما انگار این اتفاق نیفتاد و فدراسیون فوتبال اعلام کرده که چون باشگاه استقلال چه درخواستی نکرده دیگه این کارو انجام نمیدن. به هر حال در ورزشگاه آزادی همونطور که ملاحظه میکنید دو تیم آماده هستن. اجازه بدید با یک پیام کوتاه بازرگانی به آزادی بریم. دوست عزیز مزدک میرزایی اونجا آماده است تا بازی رو برای شما گزارش بکنه. سامانه جامع خدمات همراه اول تا 45% تخفیف مکالمات بین شهری در اون شبکه با بسته ایران زمین. انتقال اعتبار برای انتقال شارژ به مشترکین اعتباری و همراهان اول. تخفیف ویژه مکالمات با 5 نفر از دوستان و آشنایانتان. همراه اول، حامی اول ورزش کشور، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران فوتبال. متشکر از دوست و همکار عزیزم جواد خیابانی عزیز. می‌پردازیم به گزارش دیدار تیم‌های استقلال و گهر درود در ورزشگاه خالی آزادی تهران. به قضاوت آقای سید حسن زرگر این مسابقه به انجام میرسه. چهرش رو ملاحظه می‌فرمایید. بابک داوری و رحیم شاهین او رو در امر قضاوت یاری می‌کنند. این بازی آخرین بازی هفته 31 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. استقلالی‌ها محروم از حضور تماشاگران هستند و در سکوت محض این مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران به انجام میرسه. در تیم آبی پوش استقلال که بازیکن تیم رو در سمت چپ ملاحظه میفرمایید، سید مهدی رحمتی دروازه‌بان، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، علی حمودی و هاشم بگزاده 4 مدافع این تیم هستند که بهترین خط دفاع لیگ رو این بازیکنان تشکیل دادن. جواد نکونا، وینسنت آرز، فرزاد حاتمی، میسن باو، عباس محمد رضایی و فرهاد مجیدی نفرات تیم استقلال در این بازی هستند به مربیگری آقای امیر قلعه‌نویی. اما در ترکیب تیم گهر درود شهرام مهربان دروازه‌بان، محمد رضا خردسنیا، عمار نیکار، حامد پور عمرانی، رضا کاردوست، امین ترکاشوند، زمین که اونجا میسن و او تعادلش رو از دست میده، توپم به بیرون میره. مجید خمیسی، مجید خدابندلو، محمود شفیع، آرمان قاسمی و صابر محمدی بازی میکنن در تیم گهر به مربیگری آقای محمد مایدی کنن. ضربه دروازه رو شهرام مهربان میزنه، دروازه‌بان پرتجربه تیم گهر درود. ضربش رو بلند میفرسته به زمین تیم استقلال. اونجا یک برخورد اتفاق میفته، داور آوانتاژ میده، یارا تیم استقلال مصدوم روی زمین افتاده. بازیکنان گهر توپ رو دور میکنن از منطقه خطر. با بازی جوان مردانه بازیکنان گهر توپ رو به بیرون میزنن تا به وضعیت عرض رسیدگی بشه. تیم استقلال در این مسابقه مجتبی جباری رو روی نیمکت داره، همینطور خسرو حیدری، دو تا بازیکن این تیم که به حال از بازیکنان مطرح این تیم هم هستن در این مسابقه روی نیمکت نشستن. شاید به خاطر استراحت دادن آقای قلعه‌نویی از اونها استفاده نکرده. بازی بسیار حساسی رو روز دوشنبه استقلال در مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادی داره که احتمالاً مسابقه دیگه اینجوری سوت و کور برگزار نمیشه. البته خدمتتون عرض بکنم که حتما تماشاگر زیادی در مسابقه به ورزشگاه خواهند اومد. ببینید تو چه خواهد شد. مهرمان تو برمیگردونه. یه مورد دیگه هم تیم استقلال اینه که هر موقع تماشاگر زیادی مثل بازی با سپاهان در حذفی و بازی مقابل الهلال در لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه اومدن، استقلالی‌ها نتونستن اونها رو خوشحال بکنن. حالا شاید امروز در حالی که تماشاگری هم نیومده به ورزشگاه اونها بتونن هوادارانشون رو شادمان بکنن. به شکل استقلال برای اینکه پس بگیره سر جدول رو از تیم سپاهان
احتیاج به 3 امتیاز این مسابقه داره. استقلال 60 امتیازی، سپاهان 62 امتیاز داره، زمین که تفاضل گل تیم سپاهان هم بهتره. بازیکنان تیم گهر صاحب توپ هستن، میارم پشت محوطه جریمه، تعویض منطقه بازی از خدابندلو، توپی که به بیرون میره، پرتاب توپ برای بازیکنان تیم استقلال. این صحنه‌ای که پشت محوطه جریمه یه برخورد اتفاق افتاد، تعادل خدابندلو به هم خورد، داور خطا تشخیص نداد صحنه رو. دوباره بازیکن یار حرکت میکنه، اونها از سمت راست حرکتی رو انجام میدن به سمت دروازه تیم استقلال، سانپری دروازه و کورنر برای تیم گهر درود. اولین تیم لرستانی تاریخ فوتبال کشورمون که در بالاترین سطح فوتبال ایران بازی کرده و خب این فصل هم دوباره برمیگردن به دسته پایین‌تر. آقای فرداد شیران دستیار همیشگی محمد مایلی کهن رو دید که کنار زمین تیمش رو هدایت میکنه. سانتو بلند بروی دروازه، سانتو که پور عمرانی انجام داد و از همه رد شد و به بیرون رفت. 0-0 مساوی استقلال و گهر، دقیقه پنجم رو تازه شروع کردیم و خطر جدی هم روی دروازه ها وجود نیومده. پرتاب از حمودی، پژمان منتظری. استقلال در این یکی دو روز اخیر در ماجراهای حاشیه‌ای بازی با الهلال متور بودن، به هر شکل مطبوعات و رسانه ها در مورد اتفاقات و مسابقه دائما نظرات خودشون رو عنوان کردند. اتفاقی روی سکوها زیاد افتاد. آرز ساندر دروازه و کورنر برای تیم استقلال به دست میاد. توپ رو از مقابل بازیکن استقلال آرمان قاسمی به بیرون زد. این ضربه کورنر زده بشه، راجع به سایر مسابقات امروز هم صحبت خواهیم کرد که بازی زوباهن رو در مقابل پرسپولیس دیدید. آرزه ضربه کورنر رو میزنه، موقعیت از همه رد میشه، توپ در سمت مقابل، موقعیت داره جواد نکونه آسان میکنه روی دروازه، بازم بازیکن گرد رو برمیگردونن. آرزه از پشت منطقه جریمه شوت میزنه، شوتش خوب نیست، زده حمله برای تیم گهر. اونا با 4-5 بازیکن میان جلو و میخوان زده حمله رو پیاده بکنن. امین ترکاشوند حرکتش جالب نیست و بازیکنان استقلال توپ رو برمیگردونند. در سمت مقابل بازیکن گهر صاحب توپ میشند. در سایر مسابقات امروز فجر در مقابل مس بازیشون 1-1 مساوی به پایان رسید. مسلم فیروزآبادی برای فجر گل زده و مصطفی شجاعی گل تیم مس رو زده. یک بار دیگه موقعیت پشت محوطه جریمه که توپ در اختیار رحمتی قرار میگیره. سبا با تکل فرید کریمی 1-0 از تیم سایپا پیش هست. صنعت نفت هم با تکل خالقی فر از تیم راهن پیش افتاده. صنعت نفتی که اگر بازی رو ببره و گهرم در مسابقه پیروز نشه میتونه یه رده صعود بکنه در جدول. آقای عسکری در کنار آقای تاج ملاحظه میفرمایید. به حال تمام هم و غم مسئولان سازمان لیگ اینه که مسابقات رو در زمان مقرر به پایان برسونن. با اقتدار هم این کار رو دارن انجام میدن و اعتراض هایچ فایده ای نداره. توپ رو بازیکن استقلال در خط دفاعی در اختیار دارند. بازی نفت تهران داماش هم 0-0 دنبال میشه مثل بازی ملوان و پیکان. در مرکز زمین بار دیگه مجید خدابندلو بازیکن پرکار گهری ها در میانه زمین. ضربه آزاد رو بازیکنان گهر خواهند زد. آرمان قاسمی کوتاه میزنه، یه پاس پشت محوطه جریمه تیم استقلال، اونجا حمودی جا میمونه، خطا میکنه، ضربه آزاد دوباره اعلام میشه، خطا برای مجید خمیسی، خطایی که این بازیکن علی حمودی انجام داد به ترتیبی که ملاحظه میکنید. کار زیبایی رو انجام داد مجید خمیسی که تکنیکش رو به نمایش گذاشت در صحنه که دیدیم. ضربه آزاد رو بازیکن تیم گهر تا لحظات دیگه خواهند زد. خدابندلو پشت منطقه جریمه است، ضربش رو میزنه به روی دروازه، فرصت برای بازیکن گهر، این توپ سرگردان و رحمتی که به خط دفاعی تیمش سر و سامون میده، زمین که داورم بازی رو متوقف کرده. بازی سوا و سایپا 1-1 مساوی شده.
سایر نتایج تغییری نکرده. این لحظه ای که داور ظاهرا خطا گرفته. خوب داره بازی میکنه تیم گهر در این لحظات. کاوه رضایی گل مساوی رو برای تیم سایپا به ثبت رسونده. یه پاس به جلو قشنگ، حمودی توپ رو برگشت میده. گهری‌ها درخواست کرده بودن که این بازی با حضور تماشاگران انجام بشه و عواید اون به ساخت ورزشگاه گهر درود تخصیص داده بشه که این اتفاق نیفتاد و بازی بدون حضور تماشاگر به انجام میرسه. در ورزشگاه آزادی استادیوم اعتراضی نکرده بودن و پذیرفته بودن رای رو. نمایی از نیمکت تیم گهر، آقای محمد مایلی کهن و سرپرست این تیم آقای یار احمدی. پورمندم که در یه مقطع به عنوان مربی در تیم انجام وظیفه میکرد، همچنان در کادر فنی این تیم حضور داره. ضمن اینکه حتما میدونید که مهدی تارتار بود که فصل رو با این تیم شروع کرد، بعد از اینکه مشکلاتی به وجود اومد برای تیم گهر از این تیم جدا شد و محمد مایلی کهن مربیگری این تیم رو به عهده گرفت. این دو تیم در فصلی که داریم اون رو به پایان میرسونیم دوباره دیگه با هم بازی کردن. یه بار در لیگ استقلال 2-0 گهر رو برد. برهانی و ساموئل که هر دو امروز غایب هستند گل‌های تیم استقلال رو به ثمر رسوندن. برهانی به خاطر محرومیت و ساموئل به خاطر آسیب دیدگی در این بازی حضور ندارن. در بازی جام حذفی که در درود برگزار شد تیم استقلال با تکل ایمان موسوی پیروز شد. نمایی از ورزشگاه خالی آزادی رو ملاحظه می‌فرمایید و امیر قلعه‌نویی که داره روزهای خیلی حساسی رو پشت سر میگذاره. در یه مقطع فاصله زیادی رو با سپاهان و تراکتورسازی ایجاد کرده بود استقلال، اما به هر حال نتونست اون اختلاف رو حفظ بکنه. معمولا در این روزهای سال که لیگ قهرمانان آسیا هم برگزار میشه برنامه تیم فشرده هست، حفظ صدر جدول خیلی سخته. رحمتی، صادقی، خود امیرحسین صادقی رو به جلو حرکت میکنه. جواد نکونام روی اشتباه او بود که استقلال در مقابل الهلال اون گل رو پذیرفت و در نهایت بازنده شد. پژمان منتظری، گفته میشد که جواد نکونام ناراحتم شده از تعویضش در بازی قبلی که به حال الان در ترکیب قرار گرفته. از طرف دیگه فرهاد مجیدی که ظاهرا مصدوم بود در این بازی از ابتدا در ترکیب تیم استقلال، در بازی قبل اصلا حضور نداشت. امیر قلعه‌نویی هم در کنفرانس مطبوعاتی قبل از این مسابقه عنوان کرده بود که خود فرهاد مجیدی در بازی رفت گفته بود که بازی نمی‌کنه، همراه تیم به عربستان نرفته بوده و خب در بازی برگشتم ازش استفاده نشده. یه حرکت از سمت راست زمین، حامد پور عمرانی تو جلو میبره. پرتاب برای یاران گهر. بیشتر از هر تیمی سپاهان این بازی رو تعقیب میکنه. اونها امیدوارن که استقلال نتونه سه امتیاز این بازی رو بگیره و صدر نشینی رو برای خودشون نگه دارند. یه حرکت در سمت راست میدان، خطاب به سود استقلال، خطایی که در اون سمت امین ترکاشوند انجام میده. اینجا صادقی توپش رو میگیره و ترکاشوند مرتکب خطا میشه. بازیکن سابق تیم راهن که در تیم داماشم بازی کرد. یاران تیم استقلال توپ رو در اختیار میگیرند. بگزاده رو به جلو حرکت میکنه، همیشه جلو میره. همچنان بگزاده لب خط که یه کورنر میگیره برای تیم استقلال. بازیکن پرتلاش استقلال که برشک تماشاگران تیم استقلال زیاد دوستش ندارند. به نظرم میرسه که کورنر نباشه، ولی برشک داور کورنر رو اعلام کرده. آرزو میره برای زدن ضربه کورنر. صادقی سرزن جلو اومده، فرزاد حاتمی هم اونجا هست، همینطور پژمان منتظری. ارسال بلند توپ از همه رد میشه. جواد نکونام بیرون منطقه جریمه، کارش سخته، میخواد کورنر بگیره. دوباره یه پرتاب برای آبی پوشان پایتخت.
واقعا نبودن تماشاگر بدجوری تو ذوق میزنه و این موضوع هم قبلا ثابت شده که عدم حضور تماشاگر نمیتونه تاثیرگذار باشه بر عملکرد تماشاگران در بازی‌های بعدی و اونا کار خودشون رو انجام میدن. قبلا هم از این محرومیت‌ها بوده و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، سکوها همونی که قبلا بوده. بدون گل مساوی. ضربه آزاد رو بازیکن تیم گهر باید بزنند. ارسال بلند از رضا کاردوست، اونجا منتظری رو برمیگردونه. نکونام، یک بار دیگه منتظری. حمودی در سمت راست. عرضه حمودی منتظری. استقلال با حوصله داره بازی میکنه، منطقه بازی رو عوض میکنه. منتظری جایی که بگزاده هست، کنترل توپ، صادقی با او، عرضه، تک ضربه خوب جلو میاد. موقعیت برای حاتمی، سانت برای دروازه برای مجیدی که به اون نمیرسه. دوباره با سر حمودی صاحب توپ میشه. عرضه حمودی، سانت برای دروازه خیلی بلنده، از همه عبور میکنه و به بیرون میره. از اون سمت پورعمرانی، پرتاب تو برای بازیکنان یه گهر خواهد بود. مهدی خیری برای تیم نفت تهران گل زده و این تیم یک پرسه و داماش جلو افتاده. داماش تیمی که نقشی تعیین کننده داره در سرنوشت قهرمانی رقابت در این فصل. اونها در دو هفته آخر در مقابل دو مدعی کسب عنوان قهرمانی قرار میگیرند. داماش در مقابل سپاهان هفته بعد بازی داره و در هفته 33 بازی داره، در هفته 34 به مسافه تیم استقلال میره. در مقابل سپاهان در خانه بازی خواهد کرد تیم داماش. خب یاران استقلال صاحب توپ، یه فرار از فرهاد مجیدی، سرعت توپ زیاد بود و به بیرون رفت. ضمن اینکه مجید خمیسی که یه لحظه مصدوم شده بود و بیرون رفته بود دوباره به بازی برمیگرده. یه بار نتایج رو مرور بکنیم. نفت تهران 1-0 داماش جلو هست. سبای قم و سایپا 1-1 هستن. ملوان و پیکان 0-0. نفت آبادان یه گل به تیم راهن زده و زوباهن و پرسپولیس و فجر سپاسی و مسام که 1-1 تموم شد. بقیه بازی هم تا چند دقیقه دیگه به پایان خواهد رسید. دقایق پایانی اون بازی هاست. یه پاس در عمق، رحمتی به راحتی توپ میگیره، با این پرتاب بازی رو شروع میکنه. حمودی به زمین تیم گهر میفرسته. پورعمرانی از گهر، کاردوست، یه پاس به پشت محوطه یه جریمه. صادقی اونجا درگیره با امین ترکاشوند و ترکاشوند یه پرتاب برای تیمش میگیره. پرتاب رو بازیکنان یه قرمز پوش گهر باید انجام بدن. چهره مجتبی جباری رو میبینید. در بازی رفت مقابل الهلال دو پاس گل دادم و در بازی برگشت او هم مثل سایر آبی پوشا نتونست کاری رو انجام بده. یه اشتباه در خط دفاعی تیم استقلال، فرصت برای بازیکنان گهر، یه زاویه خیلی تنگ اونجا وجود داره. فرصت دارن بازیکنان گهر، خیلی مدافعان استقلال دارن ضعیف کار میکنن در این لحظات. فرهاد مجیدی توپ رو میکاره، حاتمی دوباره برای مجیدی، همکاری عالی با او، دوباره برای مجیدی. مجیدی در نقش سازنده میفرسته روی دروازه، فرصت برای تیم استقلال. باز مقابل سر حاتمی عبور کرد، بعدش هم خطا، خطا روی صابر محمدی. اینجا یه پاتوبای قشنگ، یه پاس به بیرون از کاردوست که یه مقدار عقب بود و خدابندلو نتونست استفاده بکنه. از این زاویه هم میبینیم یه پاتوبای قشنگی رو زد در محوطه جریمه، در یه فضای کوچیک تونست دریبل زنی بکنه و اینجا هم بازیکنان تیم گهر نتونستن از فرصتشون استفاده بکنند.
بازی داره جذاب‌تر میشه نسبت به دقایق قبل. هر تیم یه موقعیت داشت در این یکی دو دقیقه گذشته ولی نتیجه همچنان 0-0 مساویه. فرزاد حاتمی چند دقیقه پیش میتونست در نقش گلزن ظاهر بشه، روی توپی که مجیدی براش فرستاد، فرهاد مجیدی که به وسیله محمد مایلی کهن به فوتبال ملی ما دعوت شد برای اولین بار. دور رو برمیاد اونم بازیکن تیم گهر پشت محوطه جریمه. یاران این تیم صاحب توپ هستند که توپ اونجا به رحمتی میرسه. منتظری امیر حسین صادقی رو به جلو در نیمه زمین بازیه او. نکونام منطقه بازی رو به راست عوض میکنه. منتظری استقلال آرایش هجومی به خودش گرفته، دو سه تا بازیکن پشت محوطه جریمه هستن الان در این نما ملاحظه میفرمایید. این لحظه ای که مجیدی فرستاد روی دروازه توپ رو، فرزاد حاتمی هر چقدر تلاش کردن توس بزنه بعدش هم خطای عباس محمدرضایی گرفته شد. حمودی فرستاد توپ به پشت محوطه جریمه، پرتاب برای تیم استقلال. گهر 19 امتیازیه در رده 17 جدول و امروز سقوطش قطعی خواهد شد. نکونام یه ارسال بلند دیگه، توپ رو یاران استقلال میگیرند. یه پاس دیگه برای حمودی، سرعت توپ زیاده و به بیرون میره. زوباهن شد 32 امتیازی در انتهای جدول در رده 14. باید دید که آلومینیوم روز دوشنبه در مقابل گهر چه خواهد کرد. پیکان 24 امتیازی تا قبل از بازی های امروز و دیگه نمیتونیم شانسی رو برای تیم گهر متصور باشیم. به جز این بازی 3 بازی دیگه براشون میمونه که حد اکثر اونا اگر این بازی رو مساوی هم بکنن به عدد 29 خواهند رسید. فرید آبدی رو ملاحظه میفرمایید که از بازیکان سرشناس نیمکت نشین تیم گهر، سانت روی دروازه و توپی که اونجا در اختیار شهرام مهربان قرار میگیره. بازوبند کاپیتانی رو هم شهرام مهربان به بازو بسته. از همون اول فصل مشکلات زیادی رو تیم گهر داشت، زمینش هم که آخرش هم درست نشد، الان یه طرفش فقط آهن مشخصه وقتی که بازی اونجا انجام میشه. بازی های دور رفتشون هم که حتی بازی خانگی رو خارج از خانه انجام میدادند، مثل بازی مقابل استقلال در لیگ رو. یه بار دیگه صادقی میبره به سمت چپ، بگزاده رو به جلو حرکت میکنه، موقعیت برای عباس محمد رضایی، سانتر این بازیکن و ضربه کورنر برای آبی پوشان استقلال. ببینیم ضربه کورنر رو چطور میزنه آرزه. روی تیر 1 صابر محمدی ایستاده بود، تیر 2 رو کسی نگرفته. شهرام مهربان در مرکز منطقه شش قدم خروج میکنه و توپ رو دور میکنه. محمد رضایی از استقلال بلند میفرسته، مهربان بازم بیرون اومده، این بارم مشت میکنه، دروازه او خالی مونده. موقعیت برای بازیکن استقلال، با او ساندروی دروازه، از همه رد میشه فرزاد حاتمی و خطا. اگر حاتمی نمیزد شاید فرهاد مجیدی پشت سرش میتونست کاری انجام بده. ضربه رو بازیکن تیم گهر باید بزنند. نتیجه بازی 0-0 مساوی. نادر فریاد شیران رو ملاحظه میکنید، در اواسط دهه 60 مدتی دروازه‌بان تیم استقلال شد، در زمانی که ناصر حجازی یه مدت نبود در تیم استقلال، او اومد دروازه‌بان اول هم شد ولی
برشید از این تیم رفت در بازی با تیم شاهین بود قبلش. خطا به روی فرهاد مجیدی. بازیکن تیم استقلال بازی رو دوباره به گردش در میارن. محمد رضایی یه پاس در عمق و توپی که اونجا در اختیار بازیکن تیم گهر قرار میگیره. گهر آخرین بازیش رو مقابل داماش 2-1 واگذار کرد. بهترین گلزن این تیم فقط 4 گل زده باجلان که روی نیمکته. مجید باجلان. استقلال هم که بهترین گلزنش آرش برهانیه که امروز نیست. چهره خسرو حیدری رو میبینید. همینطور حنیف رو روی نیمکت. استقلال مشتبه جباری، سید حسین حسینی در بازمون ذخیره، حنیف عمرانزاده، خسرو حیدری، سیاوش اکبرپور، کیانوش رحمتی و ایمان موسوی رو داره. یه پاس به عقب نه چندان جالب از پژمان منتظری و کورنر برای تیم گهر. کورنر رو تقدیم میکنن استقلالی‌ها به تیم گهر در حالی که میتونست پژمان منتظری رو به جلو پاس بده. کلا یکی از مشکلات اساسی فوتبال ما شروع بازی از خط دفاع هست. اینم نمایی از نیمکت ذخیره‌های تیم گهر. سعید رازانی، فرید آبدی، حاملت میخیتاریان، مجید باجلان، تغییر ناینی، سجاد گراوند و یزدان عباسیان نیمکت نشینان تیم گهر هستند. ضربه کورنر از سمت چپ برای دروازه تیم استقلال زده میشه. بلند، موقعیت برای یاران گهر. توپ رو برمیگردونن اونجا. مجیدی به عقب اومده. محمد رضایی، دوباره خود فرهاد مجیدی تغییر مسیر میده، پاسش رو میفرسته اونجا برای باو که به او نمیرسه. توی یه رفت و برگشت بازیکنای گهر توپ رو میگیرند. رضا کاردوست، یه کار قشنگ، توپ رو دوباره استقلالی تصاحب میکنند. فرزاد حاتمی پاس میده، حرکتی از محمد رضایی، باو رو در سمت چپ داره عباس. محمد رضایی، محمد رضایی داشت از بین مدافع عبور میکرد که بالاخره توپشو زدند. یه مقدار تکروی کرد در صحنه‌ای که دیدیم. منتظری دوباره در همون شرایط قرار میگیره، این بار پاس بهتری رو به رحمتی میده. صادقی میبره به سمت چپ زمین. بگزاده، 25 دقیقه از بازی گذشت، حساب کار 0-0 مساوی، 3 امتیاز مساوی برای استقلال خیلی حیاتیه. بگزاده در حال حرکت سانترش رو انجام میده که تو به بیرون میره. کمک داور اولی مسابقه بابک داوریه. گهر یه مدت بدون تمرین بود. محمد مایلی کوهن که استعفا داده بود، بعد قرار شد که نادر فریاد چیران مربیگری رو به عهده بگیره و بعد دوباره آقای مایلی کوهن برگشت و عنوان کرد که 130 میلیون پولی که بابت قراردادش قرار بهش برسه رو به مسئولان ورزشگاه خواهد داد تا ورزشگاه گهر درود رو بسازن، که هنوز که هنوز معلوم نیست که این اتفاق خواهد افتاد، یعنی اینکه این پول اصلا پرداخت شده یا خیر. به هر شکل مشکلات مالی فراوانی داره تیم گهر. مسئولان تربیت بدنی اون منطقه عنوان کردن که از سوی مسئولان باشگاه گهر چه این پولی به دستشون نرسیده. آرزه حمودی احتمالاً در نیمه دوم اگر استقلال نتیجه نگیره خسرو حیدری و مشتبه جباری رو در میدان خواهیم دید. میبرن توپ رو به سمت چپ. با او بد بازی نکرده در این مسابقه. بگزاده این بار پای راست میخواد ارسال بکنه، همین کار رو انجام میده برای مجیدی. مجیدی میکاره، موقع در تیم استقلال، دوباره مجیدی، سان رو دروازه، این ضربه سر از حاتمی که آروم آروم به بیرون میرفت که روش اثر میگذارند و یک کورنر برای تیم استقلال به دست میاد. با هم ببینیم صحنه حساسی رو که لحظات قبل روی دروازه تیم گهر به وجود اومد. کار خوبه مجیدی، دوباره پیاپی او سازندگی کرد و این ضربه‌ای که داشت به بیرون می‌رفت و شاید هم حالا در چارچوب بود مشخص نیست، از این زاویه به هر شکل مهربان تم به کورنر میده. ضربه کورنر زده میشه. نکونام توی دروازه، گل برای تیم استقلال. یک پرس استقلال جلو میافته با ضربه روی پای جواد نکونام که حالا جبران میکنه اون اشتباهی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا انجام داد. یه شوت روی پای راست روی ضربه کورنری که به روی دروازه اومد. استرالیا شاید خودشان تعجب کردن از اینکه
گل زدن و هیچ صدایی شنیده نمیشه در ورزشگاه آزادی. اونا هر جا که برن هوادار زیاد دارن، اما الان هیچ کی در ورزشگاه نیست که خوشحالی بکنه. ببینیم ضربه رو، ضربه روی پای راست، ضربه ای که استقلال بهش والی میگن، توپی که روی هوا در حال فرود بود، زدنش هم به این راحتی نیست که نکنم، این کار رو انجام میده و بازی رو یک بر صفر میکنه برای تیم استقلال. دقیقه 28 نکونام گل اول رو به ثمر میرسونه. خود نکونام در نیمه زمین خودی. احتمالاً سایر بازی ها هم دیگه به پایان رسیده، میتونیم نتایج رو بازی ها رو مرور بکنیم. این حرکتی که حمودی از سمت راست انجام میده، بله همه بازی ها تموم شده. زباهن که خدمتتون عرض کردم بازیشان دیدید، پرسپولیس زباهن 1-1 شد، فجر سپاسی مس 1-1 تموم شد، نفت تهران گل دوم را می داماش زد، 2-0 باخت تیم داماش این بازی رو. سبای قم 2-1 سایپا رو برد، ملوان و پیکان 0-0 و نفت آبادان هم که دیر یا جو افتاده که میتونه ببره 1-0 تیم راهن رو برده. ضربه کرنر رو عرضه میزنه، فرصت برای استقلال، سرزنان این تیم بلند شده بودن که سر بزنن، نشد. نکونام در سمت مقابل میخواد سان بکنه، همین کار رو انجام میده، فرصت برای تیم استقلال، تو میخوره به فرهاد مجیدی، به بیرون میره. خط دفاعی تیم گهر تعریفی نداره. مهدی خیری گل دومه تیم نفت تهران رو هم زده، دو تا گل در این بازی او به ثمر رسونده. لحظه سرزنی مجیدی رو هم دیدید برای تیم سبا. در مقابل سایپا مهدی مومنی گل پیروزی رو به ثبت رسونده در واپسین لحظات اون مسابقه. ملوان هم که طبق معمول نتونست ببره، اون تیم نیم فصل اول در نیم فصل دوم به جایی نرسید. عرضه تکنیکش رو به نمایش میگذاره، ولی توپش رو میگیرن، اون هم خطا میکنه. فینال جام حذفیم که روز 14 اردیبهشت ما در هر حالتی برگزار خواهد شد، ولی مکان اون مشخص نیست. این لحظه ای که خطای عرضه گرفته میشه. ضربه آزاد رو محمود شفیعی باید بزنه، سان توی دروازه، بازیکن استقلال تو برمیگردونند، یک شلیک که با فاصله زیاد به بیرون میره. ضربه ای که از اون فاصله حامد پور عمرانی زد. رحمتی بازی رو از مقابل دروازه تیم استقلال شروع میکنه. توی رفت و برگشت خود رحمتی بلند میانه زمین، کنترل خوب توپ از با او. محمد رضایی به فاصله بگذاده میاد به حمله. یه مکس میده، بالاخره بازیکن استقلال میرسونه خودش رو به محوطه جریمه یه تیم گهر و یک بار دیگه ضربه کرنر روی حرکت بگذاده به دست میاد. توپی که به وسیله صابر محمدی به بیرون فرستاده شد. عرضه میره برای زدن ضربه کرنر. استقلال روی یک کرنر از همونجا به گل رسید. ببینیم این بار روی این ضربه کرنر چه خواهند کرد. عرضه میفرسته برای دروازه، موقعی برای تیم استقلال با او، بازم تو میخوره بهش و به بیرون میره. ضربه دروازه رو شهرام مهربان خواهد زد برای تیم گهر. نمای زیبا از کنار زمین آقای فرداچیان و دورتر آقای قلعه‌نویی مربیان دو تیم. اونجا در میانه میدان خورسندنیا توپ رو از دست میده. نکونام، حمودی. استقلال در این 10 دقیقه اخیر خوب بازی کرد، برتری خودش رو تحمیل کرد به تیم قرنشین گهر و موفق شد به گلم برسه. جواد نکونام منتظری رو وادار میکنه تا اونجا بدوه تا به این تو برسه. محمد رضایی، امیر حسین صادقی مدافع چپ پای تیم استقلال با او رو به جلو. در این هفته که بازی فشرده برگزار میشه، نقش بازیکنایی که نیمکت نشین هستن خیلی تأثیر گذاره. به حال
اون نفرات اصلی نمیتونن در همه بازی‌ها همه دقایق بازی بکنن و نقش نیمکت تیم‌ها خیلی پررنگ میشه. مجیدی پاس عمقی رو میده. مهربان یه مکس میده. میتونست خیلی بهتر از اینم کار بکنه که برچک توپ رو بیرون میزنه و پرتاب برای ایران آبی پوش استقلاله. بگزاده از همونجا توپش رو میگیرند. خورسندیا توپ رو آرمان قاسمی اونجا از دست میده. یه پاس دیگه آفساید حاتمی گرفته میشه. فرزاد حاتمی در آفساید قرار داره، بازیکنی که 6 گل برای تیم استقلال زده. چند تا بازیکن استقلال در خطر محرومیت هستند، یکیشون همین حاتمی، بگزاده، منتظری و صادقی، بازیکنی هستند که اگر در این بازی کارت بگیرن بازی با سپاهان رو از دست میدن که خیلی هم حساسه برای این تیم. همینطور حنیف اگر به بازی بیاد. خطا از میسم با او در میانه زمین. تکل بدی زد. ضربه آزاد برای تیم گهر. آرمان قاسمی بازی رو به گردش در میاره. اونجا توپ در اختیار کاردوسته. دوباره توپ لو میره برای تیم گهر. بازیکن استقلال میرن اونجا تا خودشون رو گرم بکنند. با او حرکت کرده مجیدی، همچنان فرهاد مجیدی بین چند بازیکن توپ جلو میبره. مجیدی یک دو میکنه، توپ رو بازیکن تیم گهر میگیرن. پورتیرا در اونجا، خیلی بازی فشرده داره برگزار میشه. یه پاس دیگه از حاتمی، برگشته توپ، با او ضربه سر میزنه و توپی که راحت در اختیار مهربان قرار میگیره. بعضی از خبرنگارا هم برشک دارن از نقاط مختلف ورزشگاه استفاده میکنن برای اینکه تصاویر رو به ثبت برسونند. امیدوارم که این اتفاقات دیگه نیافته و بازی ها با حضور تماشاگرا برگزار بشه که خیلی میتونه جذاب تر بکنه مسابقات فوتبال رو. البته در اروپا هم این اتفاق افتاده. بازی شب گذشته لاتزیو و فنرباخچه در لیگ اروپا که در روم برگزار شد بدون حضور تماشاگر بود. دومین بازی لاتزیو بود که بدون حضور تماشاگر انجام میشد به خاطر به کار بردن الفاظ نجات پرستانه در بازی قبلی. به هر حال این گونه تنبیهات در فوتبال اروپا هم انجام میشه. کاردوست با او میاد از موقع تو بگیره. نظر داور، پرتاب برای تیم گهره. پرتاب رو محمود شفیعی باید انجام بده. نه، رها میکنه توپ رو تا قاسمی اون رو پرتاب بکنه. پرتاب قاسمی، یه لحظه روش اثر میگذارند که برگشت داده میشه. دوباره قاسمی توپ رو تقدیم با او میکنه. حاتمی عرضه لب خط برای مجیدی که توپ به بیرون رفت. شاید استقلالی‌ها راحت ترم بازی بکنند به خاطر اینکه بعضی موقع تماشاگرها با تشویق بعضی از بازیکن‌ها برشت روی رویه سایر نفرات تأثیر میگذاشتند، از جمله همین تشویق فرهاد مجیدی در بازی که بازی نمی کرد و بعد از اینکه استقلال در مقابل الهلال عقب افتاد در ورزشگاه آزادی تشویق شد. نفر که مرسوم شده در کشورمون، در تبریز هم اتفاق افتاد. یه بار دیگه توپ رو برمیگردونند. بگذاره صاحب توپ عباس محمد رضایی رو به جلو حرکت میکنه. منتظری میاره به سمت راست برای حمودی. لب خط عرضه، دوباره حمودی، پا
پاس حمودی رو برمیگردونند. ضربه سر رو پژمان منتظری میزنه. حمودی نکونام. پاس قطری بلند به سمت چپ. پاسش عالیه. موقعیت اون طرف برای بگزاده. یه بازیکن عالی فریب میده. بگزاده با پای چپ میرسه روی دروازه که یه کورنر شک میگیره. نزدیک به استقلال یه گل کلاسیک رو به ثمر برسونن. پاس قطری عالی به سمت چپ از نکونام. حرکت بگزاده دریبل قشنگ او با پای چپ هم ساند کرد. ولی اینجا آرمان قاسمی رو به کورنر زد تا مجیدی نتونه ضربه نهایی رو وارد کنه. کورنر رو این بار کوتاه کار میکنه. زیاد کورنر زد تیم استقلال. محمد رضایی میفرسته برای دروازه. بازم مهربان توپ رو بر میگردونه. مجیدی نمیتونه توپ بزنه. کاردوست مجیدی توپ ازش میگیره. همچنان فرهاد مجیدی که او رو متوقف میکنن. ضربه آزاد برای تیم استقلال. اعتراض محمد مایلی کوهن. میاد به کنار زمین. چقدرم عصبانیه مایلی کوهن. بله اینجا مشخصه به داور داره اعتراض میکنه. او رو آروم میکنه داور چهارم مسابقه آقای محمد ملکی. اینجاست که داور خطا گرفته. شاید اعتراض آقای مایلی کوهن به اون صحنه قبلی بوده. برشک آرزه پشت توپ قرار گرفته. در غیاب جباری او اینگونه ضربات رو میزنه. سانتر به روی دروازه. سانترش جالب نبود. معمولا این توپا رو جلو میفرستم به جلوی بازیکن که بعد هجوم ببرن تا ضربه سر رو بزنن نه به پشت اونها. پرتاب برای تیم استقلال. استقلال یک برسه از گهر جلو هست. دقیقه 40 بازیه. یک بار دیگه آرزه از سمت راست حرکت میکنه. یک بازیکن رو در مقابل داره که توپش رو هم میگیره. خطای آرزه گرفته میشه. چهره آرزه رو ملاحظه فرمودید. ویکتور آرزه بازیکن بولیویایی تیم استقلال با سابقه عضویت در تیم شاروا و همینطور حضور در تیم جوانان بولیوی. دوباره ببینیم صحنه رو. این صحنه ای که توپ قشنگ جفت و جور شد روی پای نکونام و به قعر دروازه گهر درود رفت. یه دفعه ناقص از مدافعان و در نهایت فرصت طلبی نکونام با تجربه. نکونام چهارمین گل فصلش رو به این شکل به ثمر میرسونه. بازی لحظاتی که متوقف شده. اون طرف دارن به وضعیت محمود شفیعی رسیدگی میکنن که مصدومه. حالا او رو به بیرون انتقال میدن تا بازی بدون حضور او ادامه پیدا بکنه. تیم گهر شش فصل قبل از دسته دوم آغاز کرد. اومد به دسته اول. پنج فصل رو اونجا گذرون و اومد دوباره به یه رده بالاتر به لیگ برتر و خب دوباره امسال بر میگرده به لیگ یک، جایی که کار خیلی سخت دوباره برای صعود کردن. در شروع فصل آلومینیوم و پیکان و گهر صعود کردن به لیگ برتر که احتمال داره همه اونا دوباره برگردن سر جای خودشون، که البته این احتمال در مورد گهر و پیکان بیشتر. آلومینیوم هنوز شانس زیادی رو جستجو میکنه برای خودش. امروز زبان هم یه امتیاز گرفت. باید ببینیم که از این در مقابل گهر در بازی هفته بعد چه خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استقلال که با فاصله توپ از بالای دروازه رسیده حاتمی به بیرون میره. مهربان باید بازی رو شروع بکنه. امیدوارم که تیم هایی که سقوطشون قطعی میشه یا تیم های میانه جدولی که برد و باخت برای اونها تأثیری نداره به اون شکل، بازی پاک رو سر لوحه کارشون قرار بدن تا تیمایی که استحقاقشو دارن در لیگ برتر بمونن. فصل بعدم که با 16 تیم لیگ برگزار میشه. با او میتونه پاس عمقی رو بده. پاس او به مجیدی. مجیدی حرکت میکنه. او رو یه جوری دیگه کاملا زدن و متوقف کردن. خب ضربه آزاد رو بازیکن تیم استقلال باید بزنند.
محمود شفیعی به بازی برمیگرده. این لحظه خطایی است که انبار نیکار انجام داد. ضربه کاشته در موقعیت مناسب برای تیم استقلال. مهربان در کنار تیر ایستاده. دیوار دفاعی قرمز رنگ گهر در مقابل این توپ سفارایی میکنه. کاملا زاویه رو بسته از اون سمت. بیگزاده میخواد ضربه رو بزنه. نه آرزه میزنه و توی دروازه. چقدر قشنگ بود این گل. بازی میشه 2-0. عالی زد ضربه‌اش رو آرزه. توپ به تیر دروازه خورد و تا مهربان اومد به خودش بجامه ته تور دروازه‌اش بود. بازی میشه 2-0. استقلال میتونه تفاضل گل عقب افتاده خودش از سپاهان رو هم در این بازی جبران بکنه. گل زیبایی رو به ثمر رسوند. جای هواداران فوتبال واقعا خالیه وقتی گل زده میشه و هیچ صدایی نمیاد، بیشتر تو ذوق میزنه. آها اینجا از این زاویه قشنگ ببینیم، از کنار دیوار دفاعی توپ رو عبور داد، توپ به تیر خورد و به این ترتیب وارد دروازه شد. یه گل تماشایی از یک ضربه شروع مجدد. با نگاهش توپ رو تعقیب میکنه شهرام مهربان. به هر شکل بازی رو دنبال میکنیم. میشه 2-0 بازی. استقلال دقیقه پایانی نیمه اول رو داره پشت سر میگذاره با برتری 2-0. مجیدی قبلش داور بازی رو متوقف کرده. ضربه رو بازیکن تیم گهر باید بزنند. داور مسابقه آقای سید حسن زرگر اصخایی میکنم. مجیدی یک دقیقه وقت تلف شده منظور شده. فرهاد مجیدی موقعیت برای تیم استقلال، با او هم از راه میرسه. این دیگه آخرین موقعیت نیمه اوله. به پشت محوطه جریمه پاس نکونام که به مقصد نمیرسه. حمله استقلالی اما ادامه داره. آرزه با او با پای چپ پاسش رو میده. محمد رضایی موقعیت برای گل سوم استقلال که فرزاد حاتمی نتونست استفاده بکنه. کران گهر که در اون 20 دقیقه اول بازی برابر رو ارائه داده بودن، در این لحظات کاملا تحت تاثیر بازی خوب استقلال قرار گرفتن. مجیدی همچنان فرهاد مجیدی که خطای او گرفته میشه. یه لایه قشنگ هم اینجا انداخت ولی نتونست ادامه بده حرکتش رو و توپ رو محمود شفیعی ازش گرفت. مهربان آخرین ضربه نیمه اول رو به توپ خواهد زد. سوت پایان نیمه اول زده میشه و در نهایت استقلال با حساب 2-0 نیمه اول رو با برتری پشت سر میگذاره با گلهای نکونام و آرزه. امیدوارم در نیمه دوم بازی قشنگی رو ببینیم. در بین دو نیمه در خدمت همکارم در پخش شبکه 3 سیما هستیم. آمار رو هم میبینید، استقلال هر نظر برتر بوده. در خدمت جواد خیابانی عزیز هم هستیم. امیدوارم در نیمه دوم هم بازی تماشایی و جالبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. فعلا از حضورتون خداحافظی میکنم. تشکر از مزدک میرزایی و همکارانم مستقر در ورزشگاه آزادی. برنامه فوتبال برتر رو دنبال می‌کنیم. ملزه کید استقلال 2-0 از تیم گهر درود جلو افتاد. گهری که دوشنبه بازی، البته برای خودش نه، برای آلومینیوم شاید یه بازی خیلی حساس داره که میتونه تعیین بکنه حتی بین آلومینیوم و ذوب‌آهن که چه اتفاقی میفته. چون بیرون نگاه مطلب دیدن که ذوب‌آهن با پرسپولیس مساوی کرد. اگر آلومینیوم روز دوشنبه گهر رو ببره، اون وقت احتمال داره که ذوب‌آهن به دسته پایین‌تر سقوط بکنه. هرچند دو بازی دیگه هم هر کدوم این تیم‌ها دارن که ذوب‌آهن باید به مسافه تیم نفت آبادان بره و همچنین در بازی آخر خودش با ملوان بازی می‌کنه. البته فجر هم که خب چون مساوی کرد یه ذره شرایطش بهتر شد. عذر کنم که ذوب‌آهن با پرسپولیس 1-1 مساوی کرد. فجر سپاسی با
مس 1-1 مساوی کرد. سبای قم تونست 2-1 سایپا رو ببره. نفت تهران هم 2-0 داماش رو برد. داماش هم با این شکست یه مقدار اوضاعش حالا شاید سخت بشه، چون همونطور که مزدک هم گفت دو بازی سخت با سپاهان و استقلال در دو هفته پایانی داره. بنابراین حالا بین زباهن، آلومینیوم و داماش به هر حال شرایط خاصی است در پایین جدول. ببینیم چه اتفاقی میفته. پیکان و گهر و نفت آبادان هم که خب تقریبا که دقیقاً سقوطشون مسلم شده. بالای جدول البته نفت آبادان هم یکیش راهن رو برده که به هر حال تونسته شرایط خوبی رو در این مسابقه برای خودش رقم بزنه. بالای جدول هم که استقلال با این پیروزی دوباره به صدر جدول برمیگرده تا روز دوشنبه که بازی فینالگونه دو تیم استقلال و سپاهان برگزار میشه. هرچند بعد از اون هم باز هم نمیشه تعیین کرد که حتما چه اتفاقی خواهد افتاد، چون دو بازی خیلی حساس دارن که هم استقلال هم سپاهان بازی های بعدیشون هم سخته. فولاد با استقلال باید بازی بکنه در هفته یکی با آخر و داماش با سپاهان در هفته آخر هم استقلال با داماش بازی میکنه و سپاهان به مصاف آلومینیوم هرمزگان میره. همه اینها فقط پیش بینی است، فقط باید ببینیم در پایان 90 دقیقه های حساسی که در این هفته و هفته آینده فوتبال ایران برقرار میشه چه اتفاقاتی میفته و کدام تیم ها میتونن که بازی ها رو با موفقیت پشت سر بگذارن. به پخش شبکه 3 میریم. دوستانمون در اتاق فرمان برنامه هایی رو تدارک دیدن. در ابتدای بازی در نیمه دوم مجددا خدمت شما خواهم بود. که در دل